ایشون یه بارم زندان رفت چند سال پیش زمان آقای خاتمی، برحال یکی از اصلاح طلبانه. بله. ایشون یک نامه نوشته امروز، خبر دارید دیگه، شنوندگان هم حتما اطلاع دارن. نامه نوشته به آقای خامنه ای و نهایت او رو مخاطب قرار داده و گفته که به چه دلیل است که هر چی شما بدین باید همون بشه، به چه دلیل است که نقد اظهار نظرهای شما زندان داره و با و پیامدهای بد داره، به چه علت شرعی، عقلی، قانونی یا عرفی و بر اساس کدام مصلحت عمومی پرسش کردن علنی از رهبر یا نقد گفته ها و عمل کردهای وی عملا جرم محسوب میشه. روی البته من شنیدم که کسان دیگری هم این روزها، دوست من آقای دکتر میم از درمحض میگفت، میگفت بسیار از اساتید دانشگاه ها هم این روزها نامه های با همین مضامین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسن. بله. و او رو سرزنش می کنن که این خودکامگی ها سرنوشت مردم ایران رو به سیاه‌روزی خواهد کشاند. بله. نظرتون چه های مشیر این؟ باید خدمت رو عرض میکنم که تا اونجایی که ما شنیده ایم و خانده ایم و دیده ایم، اساسا این رژیم های خودکامه و عرض کنم که مستبدان اینها هر چه زمان میگذرد اینها از مردم بیشتر فاصله میگیرند و با حقایق امور کم کم آشناییشون به کل قطع میشه، تا جایی که در یک حالت به قول فرنگی زبانها پارانویای قدرت قرار میگیرند. حالا بدید چند مثال زنده خدمتتون عرض کنم. هر شبت که همین صدام حسینی که به دار آورده شد چند روز پیش یا چند هفته پیش، زمانی که به کویت یک نیروی عظیمی از کشورهای مختلف به فرماندهی آمریکا در منطقه آماده بودن، می کنن که خبرنگاری مقابل صدام حسین نشسته بود و با تعجب به او خیره شده بود، می گفت که شما چگونه می خواهید در کویت بمانید؟ مگر شما مطلع نیستید با چه نیرویی رو به رو هستید؟ اما صدام حسین به هیچ وجه منن وجود عرض میکنم که توجهی نکرد و این عدم توجه او به التیماتومی که داده بودن حد اقل قرار کشته شدن 100,000 عراقی بیچاره در بیابانهای کویت و در آن عرض میکنم که شاهراه مرگ شد. مقصود عرض بنده این هست و در باب هیتلر موارد بسیار اتفاق افتاده است و این پارانویای قدرت روزافزونه نزد این قدرت مداران. یک نمونه خدمتتون عرض کنم، در همون ساعات آخری که عرض می شود که روزها برلین رو تخلیه کرده بودن و قریبا 500 نصف شاید تا صدارت عظمای که محل اقامت هیتلر در بانکر معروف او بود فاصله بیشتر نداشتن، این توپانهای روسی که شلیک می کردن این گلوله ها و شرپنل و اینها در محوطه پخش می شد و صداهای مهیب و اینها، یکی از این جنرال ها گفته است که مثل اینکه کار تمام است و اینها، و کسی دیگری که اونجا بوده گفته آقا شما چگونه در لحظه پیروزی رهبر رو ناراحت میکنید؟ ما باید این لحظات رو جشن بگیریم، پیروزی قطعا از آن ماست و هیتلر بسیار خوشحال شده. یعنی نشان میدهد که این آقای هیتلر در اون لحظات حالت عادی نداشته. مشکل این هموطنان ما نظیر آقای زیبابادی و سایر اساسی دانشگاه این هست که اینها استدلال عقلی میکنند با موجودیت و شخصیتی که از عقل بریده به واقع و در پارانوی قدرت در اون عوالم خود دارد سیر میکنند، وگرنه این کارهایی که این رژیم کرده از تابه امروز به خصوص در این هسته های اخیر به گمان بنده آثار پارانویا و دیوانگی کاملا لایق و آشکار هست. آقای مهدی، یعنی دیده نشده است که رهبران کشوری بدون توجه به مصالح ملی، بدون توجه به زندگی مردم بیچاره تا این حد عرض میکنن که حماقت و سفاحت سیاسی به خرج بدهن و عرض میکنن مقابل جامعه جهانی بیستن. این است که استدلال با این آقا معمولا فایده ندارد،
به ویژه که ایشان ایدئولوگ و آخوند هستن و بنده اجازه میخوام یک نقل قولی بکنم از نیکسون سیاستمدار بزرگ آمریکا که گرچه حالا در ماجرای واترگیت بی‌آبرو شد اینقدر، اما یکی از بزرگترین سیاستمداران این کشور در قرن اخیر همین آقای نیکسون بود. میگوید با دو گروه بایستی از موضع قدرت سخن گفت و هیچ استدلالی رو نمیپذیرند جز قدرت و ظهور. درستی ببینن که حریف بسیار ایرومندتر از روز و جدیش در ارائه قدرت اینها عقب نشینی میکنن. یک گروه کمونیست ها هستن به قول نیکسون و یک گروه ملایان هستن. این رو در نه کتاب نوشته که بابا نیکسون از زمانی که از کاخ سفید بیرون رفت تا روزگاری که از این جهان رفت، نه این در کتاب آخریش نوشته است در این مطالب رو. و عرض میکنم که این هموطنان ما مثل آقای زیدآبادی اینها و اتفاقا سخنان آقای زیدآبادی بسیار درخشان شفاف و دقیق است، اما مشکل قضیه اینجاست که ایشون دارد استدلال میکند با کسی که از طرف که گوش او به بهکار استدلال به هیچ وجه من الوجو نیست. در ماجرای از طرف که استالینگراد وقتی که این نیروهای آلمان به سینهبندی اینا رو با هم مقایسه میکنن به جهت اینکه یک عرض میکنم که تمثیل زنده هم کرده باشیم در این زمین ارتباطات این مقایسه ها نتیجه بگیریم. وقتی یه عرضش که شما رسید در کنار عرض میکنم مرز استالینگراد اینها هواپیما ها نشان دادن که دو ارتش بزرگ روسی نزدیک هست و چیزی نمانده است که از طرف که این ارتش ششم رو محاصره بکنم و هر ارتش هم محاصره بشود البته نابودیش قطعی است. این آقای هیتلر بی توجه به جان 250,000 انسانی که در اون برفا بودن گفتند که پیش بروید در اونجا بمانید و ما از امروز استالینگراد و دیگر شهر استالینگراد نمیگوییم، ما دژ استالینگراد میگوییم. و با همین اتفاقات که یک کودک نظامی در حقیقت این کسی که همون کلاس نخستین رو دیده باشد از درس نظامی این یک چنین سفارتی به خرج نمیده، این آقای سفارت رو به خرج داده و از کنم که 250,000 سرباز رشید آلمانی رو از کنم که از دست داد و اینا مردن. در حقیقت کسانی که اسیر شدن فقط 5,000 نفر اینها روی وطن دیدن. و مطلب دیگری که باید در باب روانشناسی اینها گفت و به لحاظ تاریخی ما شواهد بسیار داریم این هست که اینها از طرف که برای جان انسان ها کوچکترین ارزشی قائل نیستن، چون که هیتلر نبود، چون که صدام حسین نبود و تنها چیزی که مد نظر این آخوندهای حاکم بر ایران نیست به گمان بنده مصلحت ملت، مصالح ملی و قضایی از این دست هست. شما ملاحظه بفرمایید در این چند روز اخیر که عرض کنم که حلقه محاصره نیروهای جنگی آمریکا، یعنی نیروهایی که الان در خلیج فارس، نیروهای وحشتناکی واقعا، یعنی این آقای هواپیمابر و عرض میکنند این کشتی هایی که باید حرکت میکنند و زیر دریای غیر حضاله، یک نیروی واقعا مخرب و عظیمیست و یک نیروی ترازردنیست به لحاظ قدرت آتش و تکنیک و اینها در مقابل چنین نیروی ایستادن و از طبعا که رجب خانی میکنند که ما این 1500 سانتریفوژ رو به 50,000 بالا میبریم و هر سبب که ترسی هم نداریم، باستی هم نداریم و کار خود انجام میدهیم و ما به دفعه هیچ تصمیصی ما در داستانهای از این دست در نقاط برده فکر میکنم شاید انگیزه اصلی از این رجلخانی ها و اینها اون باشد که این ملایان روزهای آخر خود رو میبینن. در حقیقت اینها در همه مسائل مربوط به اینها به بنبست رسیدن. شاید ما شماره کنیم 1000 مورد باشد که اینها به بنبست رسیدن و نه تنها موردی از موردات این کشور رو حل نکردن بلکه 1000 مشکل هم افزوده. این هست که شاید گمان میکنن که ایجاد یک بلوا و یک جنگ و یک بحران عرض میکنم راه برون رفتی از این مزایق و توجهات کشور و مردم رو از مشکلات روزمره که مشکل نان باشد گرفته تا مشکل مسکن و غیره اینا معطوف بکنن به یه قضیه بزرگتر که جنگ رو عرض میکنم که امپریالیست و جهانخواه ها باشد به قول خودشان. بر روی هم باید عرض کنم که وضعیت بسیار خطرناک هست به عنوان من و از سبب که خبرهای خوشی نیست در ارتباط با آنچه تحلیلگران نظامی در روسیه و در کشورهای دیگر میگویند این خبر خوشی نیست و امکان هر گونه خطر هست و این سخنان بسیار خوب هست، البته برای بیدار کردن وجدان جامعه بسیار خوب هست، بلکه روشنفکر هم هست
اما گمان نمی کنم که تأثیری از کنم که در روند سیاست های این رژیم داشته باشد، مگر اینکه البته احتمال کم می دهم، مگر اینکه از طبعه که این آخوندها همون کاری رو بکنن که خمینی کرد و از طبعه که وقتی دید که همه راه ها به مبست رسیده و شکست تحقیق جامعه زن روشید و در چند روز پیش هم دیدیم که آقای احمدی نژاد وقت انگلیس اولتیماتوم نرمی داد که رابطه ما با ایران وارد فاز جدیدی شده است، اینا برای فاصله زرخت افتادند و تولد رسول رو بهانه کردند که ما به برکت از کنند که روز تولد حضرت رسول شما رو آزاد میکنیم و اون نمایش مسخره. اما خیلی دلیل دیدیدم آقای گوتی به جهت اینکه این داستانی که اینها به میان انداختن داستان کمی نیست، یعنی در زمانی که ما صحبت میکنیم شاید بیشتر از 30,000 نفر در تشکیلات اتمی ایران کار میکنند، بیشتر از 22 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده و بیشتر از 4 سال از که رگرخانی شده و عقب نشینی از مورد اینها رو به پرسوهای نیستی میکشند. این هست که متاسفانه از قول حافظ گفت که من نمیشنم بوی خوش از این اوضاع و روح روانشناسی جهانی میتوانم بگویم و عقاید عمومی علیه ایران بسیار تحریف شده، اموالهای کهنه میگیرند، ایران به مخربترین و خطرناکترین کشور به حساب میآورند و این کارهایی که ما میکنند کمک میکند به برانگیختن عقاید عموم در کشورهای دموکراتیک علیه ایران و خطر جنگ متاسفانه در پیش است. ممنونم آقای نوشیریه. موضوع دیگری مطرح از این روزها ربط به جامعه زنان ایران داره، اطلاع دارید؟ شنانده بادم حتما مطلعن که روز 13 فروردین امسال دو تن از فعالان جنبش زنان، یعنی ناهید کشاورز و محبوبه حسین داده که در پارک لاله گرم گردآوری امضا برای کارزار 1,000,000 امضا جهت تغییر قوانین تبعیض آمیز ضد زن بودن دستگیر شدن. اینها از درون زندان نامه هایی فرستادند که امروز در نشست جنبش زنان در تهران مطرح شده. در نامه ناهید آمده است که تجربه زندان ایمانم را به حقانیت راهی که در پیش گرفتن بیشتر کرد و محبوبه حسین‌زاده نوشته است که 10 زن از 16 زن هم اتاقی ما که 1 هفته است در کنارشان هستیم به جرم قتل شوهرانشان بدون صبح امیدی به آینده و بی هیچ امیدی به قانونی که از آنها حمایت کند روزهای دیوار بلند اوین را به شبهای تار اوین می جوزند. در این باقای مشیر البته من فکر میکنم که رسانه های جهانی هم بسیار پرداختن به این وضعیت زنان ایران رو زندانی شدن شد. شما اطلاع تازه این دارین نه؟ بله این دارین سال خیلی موضوع بسیار جاری می مطرح شد و بنده انتظار داشتم که چنین مطلبی مطرح بشود به جهت اینکه دوست مشترک ما که مطلع هستید از سبب که 2 روز پیش رو بنده زنگ زدن اما قاضی که از ایران مفصل و مبسوطی از این زندان دادند و این برای اولین بار است که چنین چیزی در رسانه ها گفته می شود و اجازه بید پسته توضیح برم خدمتتون. این روز ما از طرف که خیلی بزرگ جزئیات این زندان رو که عبارت باشد از بند 1 تنبیهی زنان در اوین، فراموش نکنیم که این بند 1 بخش مردانه دارد 1 بخش زنانه. ایشان میگویند که وقتی اینجا رو اولا به فراموش خانه میگویند میگوین وقتی وارد این زندان میخواییم بشدیم 1 در آهنی 2 دره دارد که یکی از این درها باز میشه و این رنگ رو رسته است و رنگ توسی و یک لنگ در به زمین کوبیده شده و باز نمیشه. وقتی شما در رو باز میکنید در سمت راست یک دیوار بلندی است
و عرض میکنم که بهش کوچه میگویند در حرم راهرو رو و در سمت چپ دیوار سلول های فلزی در این راهرو کوچک وجود دارد. این راهرو رو عرض میکنم که گاه اوقات سالون هم گفته میگوید. بعد میگفتن که زنانی که به اینجا آورده میشوند اغلب زنانی هستند که چابوکش هستند، عرض میکنم تیغکش هستند، خیلی بود میخوام قوادان، روسبیان، محتاجین مواد مخدر و همجنس بازان و میگفتن که جهنم شگفت‌انگیز است این بندگی که تنبیه زنان و لابلای اینها عرض میکنم که به قول ایشان اسیان زدگان سیاسی یعنی دخترهای سیاسی اسیان زده به این مفهوم که از شبت که زیر بار قوانین مقررات زندان های سیاسی نمیدارن اینها رو هم میابرن به اینجا با زدن شلاق و ارعاب و سوزاندن بدنشون با سیگار و تجاوز جنسی که نگهبانان میکنن از میکنن اینها رو زیر شکنجه میگیرن. بعد بعد میگوید که وقت به وقت چیست که هر کسی وارد میشود اینها رو در اونجا میاندازن و که از خود زندانبانان کسی جرأت نمیکنند وارد بند بشه و این زنان جنایتکار یا مجرم یا غیر مجرم و بیگناه اینها همه محدود هستند معمولا در اینجور سیستمها اینها خودشون برای خودشون نگهبان تعیین میکنند و عرض میکنند که پاسداری خود رو میدهند و در اونجا فروش مواد مخدر هر کسی به اندازه پولی که بدهد به نگهبانان در اونجا هم از کنم که رایج هست و حتی ایشون میگفتن که روزی یک جسد یا دو جسد در پشت در میگذارن که اینها شب مردن و اینها رو صبح اون مأمور زندان که حسشون هم گفتن اینها رو بر میدارن و کسی نمیدارن که کجا میبرن و اینها رو به خواب میسپارن. حتی میگفتن که بسیار کسان اونجا هستن که 9 سال 10 سال هست که در اونجا هستن هنوز فرزندی اونها رسیدگی نشده و میگفتن که این زنان شما نگاه میکنید هر صورت که بدنهای پرخار تسبیح و چاقو و زنجیر و اینها در دست دارن و متاسفانه این دو بانوی بزرگوار هم که اشاره فرمودیم بردن در اونجا و گزارش شده است که پرسیدن از اون زندانبان که خب این زنانی از این دست شما میگویید آیا به این خانوم هایی که به خاطر کار سیاسی دستگیشون هم بارشونن نزیت میکنن گفته بودن که خیر اینها دارای یک نوع مرام هستن و اگر که آدم های سیاسی بارشون احترام میکنن و صحبت از این دست هم ایشون کردن و اصرار داشتن که این مطالب رو از کنن که ما در اینجا بیان بکنیم که هموطنان بدانن و این هاش کنم ملاقاتی هم ندارن و پرسیدن تعداد این زنان بنده یک تنبیهی زندان به این چند نفر هستن ایشون گفتن حدود 200 تا 250 نفر همواره اونجا هستن و وقتی که اینها میمیرند یا یکدیگر رو خفه میکنند و اینها هیچ کس نمیداند اینها چه بودن هویتشان چه بود این قدر هست که این اسناد رو میبرند و در جایی به خاک میسپرند. این بود مطالبی که ایشون گفتن و از شبت که مالک مطرح فرمودی فکر کردم بد نیست که به اطلاع هم بسنم برسانی چه گزارش وحشت‌انگیزی آقای مشیری یا عرض میکنم گزارش خیلی وحشت‌انگیزی بسیار بسیار وحشت‌انگیز حتی ایشون گفتن که یک صدایی که دائم به گوش میرسه صدای سوختم این دخترهاست که زیر ضربان شلاق ناله میکنن و خود به من گفتن که من یک روز مشاور پله ها پایین می آمدم یک دختر چشم بسته شما تصورش رو بفرمایید دختر جوان حدود گفت 16 تا بیشتر داره چشم بسته از پله ها می گریخت و از طرف یک از این جلادان با شلاق می زد و وقتی با من روبرو شد و این دختر از سمت راست من گریخت به این مرده گفتن چه می کنی یا فکر کنی که چه می کنی اون ناگهان ایستاد و مثل که از خواب بیدار شد و ایشون گفتن که کسانی که اونجا شکنجه می کنن و آدم کشی می کنن اینا آدم های عادی نیستن اینا مردمانی هستن از طرف دین زده مثل جن زده که وقتی نماز صبح می خوانن وقتی به عرض می کنن که سجده آخر می روند زمینی که نماز صبح جمع هست بشار رشته روزه می کشه مثلا 15 دقیقه می گفت پیشانی و
سجده آخر دارن و با خدا صحبت میکنن اینها. بعد از چند دقیقه میبینید همین آقا مسئول تجاوز به یک دختر و مسئول شلاق زدن. یک وضعیت وحشتناکی واقعا، یعنی اون که ما جهنم میدانیم یا در ذهن ما متصور هست باید یک همچین جایی باشن که از طبعات ایشون میگفت. و بعد مثلا دیگر که میگفتن، میگفتن که این دخترهایی که میبرن اونجا، این نگهبانان شبها به بهانه بازجویی این دخترها رو از بند بیرون میکشن و میبرن و به اینها تجاوز میکنن. این وضعیت نیست در داخل کشور اسلامی ایران و حکومت عدل علی و اسلام ناب محمدی. از طبعات که این هم دختر میبرن. شنوندگان گرامی، این گزارشی که آقای مشیری ارائه کردن در این برنامه به نقل از شخصیتی است که بارها گزارش های او رو در این برنامه شنیدید. یکی از شخصیت های قضایی است که از برابر جنایات جمهوری اسلامی طلای وطن کرد. درست میگم آقای مشیری؟ بله، درست فرمودید. اتفاقا گفتن که این مطالب رو میخوام بنویسم که شما فصل کنن، اما چون قلم و دفتری حاضر بوده اینها، گفتم خب به بنده هم که به فرمایید می‌نویسم و با هم در باب صحبت کنیم. اینا مطالبی بود که ایشون گفتن و از طرف که یک تجسمی به ما دادن از وضعیت این زندان بندگی که تنبیهی زندان اوین. و اینجا یک مسئله دیگر رو باید اشاره کنم، این از طرف که ذهنیت قبایل اساسا در قدیم اینچنین این بود که فرض فرمایید که از طریق کینه کشیدن و انتقام دشمنان خود رو میکشتن، زد میدادن، شکنجه میکردن و اساسا این خشونت رو راه حل میدیدن برای رفع مشکلات. این ذهنیت قبیله اینچنین هست و این آقایان هم از طرف که برای رفع مشکلات جامعه به جای اون که فقر و بیسوادی و گرفتاری ها رو از بین ببرن، خشونت ها رو زیاد میکنن به گمان این که با اعدام و کشتار این ها میشود که جامعه رو به اصلاح برد، در حالی که کاملا برعکس عمل میکنه و ما میدانیم که میزان استفاده از مواد مخدر در ایران رو به فزونی دارد و ایران کشور شماره یک در جهان هست برابر همه آمارهای جهانی های مورد. و به لحاظ فحشا و از مکانند جرام دیگر و از طرحی که از قدر این آخونها هیچ موضوعی را حل نکردن بلکه را به شهر اصوزن، این مسائل اجتماعی و این آسیب های اجتماعی که اینها وارد کرد و اینها گمان میکنن با خشونت و شلاق زدن و سرگوریدن یا فرض فرمایید دار کشیدن و از رمیل غذایا می شود که راه حلی برای مشکلات جامعه پیدا کرد. قابل از اون که داستان یک جامعه مدرن و پیچیده و پرجمعیت وقتی پیچیده از این قضایات و باعثی از راه های دیگری اقدام کنند که اساسا مد نظر اینها میخورند. بسیار ممنونم آقای مشیری عزیز. هنوز وقت داریم که به بخشی از تاریخ جنگ جهانی دوم بپردازید. بله بابا، به خدمت بابا. خواهش میکنم. از طرف که در آخرین باری که صحبت کردیم آقای مولی در ارتباط با موضوع فرانسه بود که چگونه نیروهای آلمان از طریق بلژیک حمله کردن و نیروهای فرانسوی رو از این برداشتن و از طرف که قریب چند هفته کوتاه توانستن کشور عظیم فرانسه رو به لحاظ نظامی عرض میکنن تسخیر بکنن. به شما اشاره کردید که هنوز فرانسویان از این داستان فضاحت آمیده که در فرانسه هنوز به قول معروف ناراضی هستن. چندگیر در بار سابقه عرض کنم که این بین آلمان و فرانسه دشمنی های قدیم البته موجود بود. حالا فرق نظر از جنگ بین الملل اول که منجر به کشته شدن 10 میلیون انسان شد و بیشتر این تئاتر جنگ در یک محوطه چند کیلومتر مربع انجام می شد و بعض اوقات آلمان ها پیشتری می کردن و بعض نیروهای متفقه پیشبینی می کردن و این در خونه ترین جنگ های تاریخ بوده. بگذاریم از طرف که برگردیم به سوابق هم می رسیم به روزگار بیسمارک حدود سال 1870 دیگه. اینها در کشور آلمان واقع بیسمارک در اندیشه متحد کردن کشورهای آلمان بود، یعنی مناطقی که پروس گفته میشد و اینها، و این مرد یک میدونید که یک رجال سیاسی تازه اول یک رجال
نظامی تردعون هم بود و اینها آمدن و عرض کرد که یک پادشاهی برای اسپانیا معلوم کردن خاندان پادشاهی آلمان و ناپلئون سوم که بر قدرت بوده اینها فکر کرد که اگر اینها دستشونده یه از کشور فروس داشته باشن به نفع فرانسه نیست با توجه به عرض میکنن که وضعیت ژئوپلیتیک اونجا و نامه نوشتن که این پادشاه معذرت خواهی بکند و بگوید که نمیخواهد پادشاه بشود اینها و بعد او همین کار کرده. بعد ناپلئون سوم برای تحقیق بیشتر آلمان گفتن که ایشان خودشون باید بنویسند و ما بدانیم که ایشان هرگز ادعای پادشاهی نخواهند کرد و اگر شما این کار رو نکنید ما با شما جنگ خواهیم کرد. این داستان خیلی مشهوری و بعد البته آلمان ها تن زدن و ناپلئون سوم حمله کرد به کشور آلمان و از طبق استراتژیست های خیلی مشهوری در روزگار هستن که مکاتب نظامیشون هنوز هم بسیار مشهور هست و از طبق در یک جنگ خیلی سریعی در جام گرفت ناپلئون سوم شکست خورد و آلمان ها آمدن و کشور فرانسه رو گرفتن. این رو از این شرط که در روزگار بیسمارک هست و کشور آلمان به حول قدرت رسید و اینا تاول اول و این که هیتلر میگه چرچیل میگوید که برج های نوتردام بارها برق توپخانه های آلمانی رو دستی در خود احساس کرده بودن این صحت دارد و این که به این سرعت به کشور فرانسه در خود این هم از عجایب روزگار هست و از یکی از کارهای نظامی نبوغاتاست تا جایی که به عملیات آلمان ها مربوط است که در آلمان هم خدمتتون عرض کردم. به چند مطلبی که در این وقت باقی مانده میشود گفت درباره فرانسه موضوع ویشی و برمن از اشاره فرمودی مارشال پتن که سرباز سربازها بود و محترمترین وزیر سیاسی فرانسه در جنگ اول بود آمد به عرض کنم که چون میگویند نفرت عجیبی از دموکراسی فرانسه داشت آمد و با آلمان ها ساخت و یک پنجم بخش جنوبی فرانسه رو در اختیار این آقا گذاشتند و این به آلمان ها کمک میکرد و حتی آماده است که قریب 35,000 نفر آمدن به تربیت کردن که اینها با استثا همکاری بکنن و بقیه ماجرا و محاکمه اون که شما هم بهش اشاره کردید به موضوع جنرال دوگل اینها از طبعه این بود وضعیت فرانسه. اما بعد از تسلیم فرانسه فرض برای بود و در ذهن هیتلر چنین میگذشت که انگلستان به خودی خود تسلیم خواهد شد و یکی از دلایلی که اون کار حیرت انگیز رو هیتلر انجام داد یعنی در موضوع دانکرک دستور توقف به جنرال های خود داد این بود که گمان می برد با این قدرتی که آلمان در اروپا عمل کرده و این همه کشورها رو گرفته انگلستان تنها که در اندیشه جنگ هم نبوده و به لحاظ نظامی هم بسیار ضعیف هست اینها خود به خود تسلیم خواهد شد و خواهد شد و آلمان قدرت بلا منازع اروپا خواهد بود و این تنها چیزی بود که هیتلر میخواد حتی در بعض مقادماتی که با جنرال ها داشته به بارا بنده عرض کردم یکی از صفات این جنرال های آلمانی و سرباز و مردم آلمان به طور عمومی بودن که بسیار مرتب و منظم بودن و یادداشت روزانه رو خیلی خیلی مرتب می نوشتن. دو طرفدار که یادداشتشون بسیار بسیار مفید بوده است برای تاریخ یکی فیلد مارشال کایتل هست یودل هست و عرض می کنم که عرض میکنم که رودر که فرمانده نیروی هوایی نیروی دریایی بود و سایر جنرال ها هیتلر در مکالماتش حتی گفته است که حیف است انگلیسی ما او رو از میان بردارید به جهت اینکه انگلستان به مدنیت بشر خدمت کرده و ما بایستی احترام به انگلستان داشته باشیم از این رو صحبت ها و فقط انگلستان قبول بکند که ما قدرت برتر هستیم و تعدادی از این مستعمراتش هم به ما بدهد ما راضی خواهیم بود. این تصور هیتلر بود در اوج قدرت بود یعنی چند پس فاصله از کشور آلمان توانسته بود به این قدرت برسد و این کارها را انجام به حد هیتلر کرده بود. این است که برای انگلستان خیلی نحیف بود و یک کشوری بود که از کنم که تام مقاومت رو نداشت. حتی بسیاری از شهروندان انگلستان هم در این عقیده بودند که ما بایستی تسلیم شویم و چاره‌ای نداریم. وقتی که از گردن تنها یک مرد بود در انگلیس که چنین نمی اندیشید که او از کنم که چرچیل بود که با ما خواهیم ایستاد و این دموکراسی در مقابل این فاشیست برخواهد نخواهد کرد و او سخنرانی مشهور رو به انجام رساند و با ما می ایستیم در مقابل هیتلر
و هیتلر در همه یادداشت‌هایی که باقی مانده بسیار مرتب بوده در کار انگلستان، ضمن اینکه بلوف‌ها می‌زد که بله ما امروز حمله می‌کنیم، امروز انگلیس رو می‌گیریم، فردا می‌گیریم، این است که بسیار مرتب بوده، حرفهای ضد و نقیض می‌گفته و اینها، و منتظر بود که انگلستان اعلام شکست تسلیم بکند. این اتفاق نیفتاد. و لازم است اینجا خدمتتون عرض کنم که هیتلر با همه دیوانگی که داشته است در دربار جنرالی جرده، اما عرض کنم که کارهای برخنگیزی هم کرده به لحاظ سیاسی. یکی از استعدادهای هیتلر عرض کنم بازیهای روانی بود که به راه میانداخت، و با همین بازی روانی بود که توانست چکسلواکی رو بخش اعظمش رو بگیره از انگلستان و فرانسه بدونی که یک تیری شدید بکند. اینها یکی از تاکتیک‌هایی هم که بازی که در روزگار این بود که بایدی به هر قیمتی امریکا رو از جنگ برکنار داشت، بلاد اینکه ما به قدر کافی گرفتار هستیم و هیچ گونه تمایلی به این که با امریکا جنگ بکند در اون لحظه البته نداشت، و به جنرال ها دستور داده بود که مواظب باشند کشتای آمریکای شلیک نکنند، شلیک کنند، چنان کنند. و یک امباسادری داشت ایشون در واشنگتن که با سناتورهای آمریکایی دوستی انداخته بود، با روزنامه نگارها، با عرض میکنم حتی شومنها، و از طرف هر روز مطالبی علیه جنگ و اینکه آمریکا بایستی در کنار بماند از وضعیت جنگ اینها صادر میکردن و این اخبار رو پخش میکردن و این مقالات رو میگستردن که مواد آمریکا وارد جنگ شدند، ضمن اون که هیتلر خیلی احترام زیادی برای آمریکا قائل نبود به لحاظ نظامی، و در یکی از مکالماتش با همین آقای فیلد مارشال کارتر گفتند اگر آمریکا امروز وارد جنگ شود تا بخواهد خود رو بازسازی نظامی بکنه و در حد ما قرار بگیرد ما از سال 1945 هم گذشته ایم. این هم موضوعاتی است که در سال 1940 میگذشت. باری هیتلر از طرف که بعد که مدتی طی شد و چند روزی گذشت به اینها همه منتظر بودن که خب حالا ارتش آلمان و ارتش انگلیس چه خواهد کرد. این است که مرتب جلسات برقرار میشد و هیتلر اعلام کرد که ما انگلستان رو خواهیم گرفت، و هر چقدر که یک آپریشنی به نام آپریشن سی لایر که خیلی مشهور است در تاریخ جنگ دوم نامگذاری کردن، و مرتب شست و برخواست داشت با جنرال ها، و در بررسی هایی که نیروی دریایی کرد و ارتش کردن آمدن داره آقای هیتلر گفتن آقا ما همچنون آمادگی برای حمله به سواحل انگلستان و تبخیر انگلیس نداریم. همین عرض کنم که در داستاداری که نام بردن محاسبه کرده بود بیشتر از 600 تا 700 یا 800 کشتی کوچک و بزرگ لازم بود که بتوانند بخشی که باید نیرو پیاده کنند داشته باشند، و استدلال میکرد که ما اگر این کشتی ها رو به کار ببریم اساسا اقتصاد آلمان رو خراب کردیم، و این لازم میاد که ما همه این کشتی ها رو از که در آلمان در رودخانه ها و دریاچه ها و اینها هستند اینها رو به کار ببریم. از سوی دیگر ارتش هم موافقت نمیکرد و بر این بودن که در صورت پیاده کردن امواج سربازان آلمانی به خاک انگلستان از طرف که این یک خودکشی و یک شکست فاحشی خواهد بود. این هست که اختلاف نظر بود بین سران ارتش و نیروی دریایی در باب پیاده شدن در سواحل انگلستان، چون لازم می آمد که اینها از دریای ما عبور بکنند، و معمولا وقتی که عرض می کنم که یک همچین وضعیت نظامی هست که اصطلاحاً تمشیدی از آس میگوید، یعنی حمله از آب به خشکی، معمولاً رد کنار است که ساحل رو بمباران میکنند، حالا با توپخانه های دوردن و سنگین یا با بمباران هوایی، و بعد از اینکه سواحل رو بمباران کردن و مطمئن شدن دشمن در عرض میکنند که نزدیکی نیست، بعد میتوانند با از طرف تشکیلات از طرف کشتی ها و اینها سربازان خود رو پیاده کنند. این وضعیت نمیتواند در انگلستان به این راحتی صورت بگیرد، به جهت اون که نیروی دریایی انگلیس با زود استعمار انگلیس اون قدرتمندترین نیروی دریایی جهان بود، و به این سادگی نمیشد این عرض کنم که نیروی دریایی از بین برد. و ثانیا نیروی هوای انگلیس قویتر از اون بود که آلمان ها تصور میکردن، یعنی تصورش هم این بود که اگر ما حمله هوایی را آغاز بکنیم خیلی سریع ما تفوق هوایی یا به زبان خودشان ایر سوپریاریتی رو به دست میآوریم، و وقتی که ما سوپریوریتی به دست آوردیم شیاری کردن نیروها کار ساده است. مقصود این که این سخنان به این مباحث در حلقه نخستین یاران هیتلر
در باب حمله به انگلستان پیش میاد و هیچ نتیجه ای هم نمیدست. چندین بار هیتلر دستور حمله صادر کرده که در فلان روز فلان ساعت ما حمله خواهیم کرد، و بعد چند ساعت قبل از آغاز حمله عرض کنم که به تعویق انداخته. و سرانجام تصمیم برام گرفتن که از شبت که هیچون چیزی به این سادگی میسر نیست و نیروی دریایی آلمان کفایت نمی کند که نیروی دریایی انگلیس رو در منطقه از دارد و ارتش هم پای در زندن هاست به لحاظ مشکلاتی که بود، و تصمیم برام گرفتن که با بمباران های بسیار سنگی انگلستان رو به زانو در بیاورن. و وقتی تصمیم گرفته شد هم فرمانده نیروی دریایی داده شد، هم هر صورت که فرمانده ارتش، و بمباران ها آغاز شد. یعنی بمباران هایی که در تاریخ جهان تا اون روزگار بی‌سابقه بود. فکرم نمی کنم بعد از اون، یعنی بعد از جنگ دوم بدین وجه بوده باشه که در یک روز چون درمان ها کردن قریب 650 هواپیمای بمب‌افکن سنگین آلمانی و فضای لندن مظاهر شدن. البته قرارداد چنین بود که مناطق مسکونی رو بمباران نکنن، بلکه مناطق ساحلی، مناطق صنعتی و مناطق نظامی و اون که عرض میکنم شریان حیاتی مردم انگلیس بود که عرض کنن که در تشکیلات حمل و نقل بود و قطارها بود و اینها رو بمباران بکنن. و در یک روز 650 بمب‌افکن از میشود که سنگین آلمانی که اسکورت میشدن با تعدادی از این بیشتر شکاری رفتن و بمباران کردن، به وقتی که یک ترور فوق‌العاده‌ای در انگلستان از بکنن که به وجود آوردن. رسم در این بود در اون روزگار که وقتی یک هواپیمای سنگین بمب‌افکن حرکت میکرد، معمولا یک یا دو شکاری در اطراف این هواپیما حرکت میکرد که او رو از حمله هواپیمای دشمن محفوظ بکنن. باری نخستین حمله سنگین از سبب که در ماه سپتامبر شده است، سپتامبر، هفتم سپتامبر سال 1940، و هیتلر منتظر این بود که این بمباران ها انگلستان را از پای در بیاورد و انگلستان اعلام تسلیم کند. این نبرد بریتانیا یا به قول خودشان بعد را بریتون، این مهمترین و افتخارآمیزترین عرض میکنم که لحظات نیروی هوایی و ارتش انگلستان بوده. و عرض کردم خدمتتون که رادار انگلستان اختراع کرده بودند، آلمان ها بیخبر از ماجرا و بسیار تعجب میکردند که چگونه بعد از اینکه این هواپیمای آلمانی به خاک انگلیس و به هوای انگلیس فضا انگلیس برسند، هواپیماهای عرض میکنم که اسپیدفایر و سایر اون هواپیماهای شبانی میداشتن اینها آماده بودن. انگلیس ها دستگاه رادار رو ساخته بودن و عرض میکنم که از بسیاری از دختران هم استفاده میکردن در این اتاقهای مخصوصی که این سیگنال ها میگرفتن، و بلافاصله اینها خدمات های آماده داشتن و اینها آماده بودن برای آلمان ها. و رفته رفته این بمباران ها عرض می شود که نتایج کمتر و کمتر می داد، و رفته رفته از طرف که تلفاتی که هواپیماهای آلمانی می دادن بیشتر و بیشتر می شود. بنابراین در این ارتباط هم فکر کنم ما این باید یه هفته آینده صحبت کنیم که بر عرض کنم که نیروی هوایی آلمان چه گذشت در نبرد بریتانیا داستان فوق‌العاده. ممنونم آن بشی. در پایان حالا خارج از بقای جنگ، خارج از کتب رویدادهای جنگ، یه سوالی دارم چون واژه پارانویا رو در برای خود کامکان به کار برده بودید. بله. در مورد هیتلر پارانویا به کار بردن؟ بله جنرال ها عرض میکنم که چندین جنرال که یاد داشتشون هست و بنده دیدم، جنرال گودریان به عنوان مثال میگوید دیگر وقتی در چشمهای هیتلر نگاه میکنی اون برد همیشگی رو نمیبینی، نگاهش گویی به یک نقطه دور موهوم دوخته شده و دست راستش داره میلرده و به طور کلی با حقایق از طورت که سایر جنرال ها و از کنند که اتاسان هیتلر که مراتب نوشتن به این منطقه اشاره کردن که این دوچار پارانویا شده بود. و در دادگاه نورنبرگ که بعد از اون گروه نخستین که البته تعدادشون اعدام شدن و بعد زندان های طولانی یافتن، جنرال هایی که محاکمه کردن تقریبا به یک زبان همه می گفتن که این هیتلر دوچار نوعی جنون بوده در ارتباط با قضیه جنگ و به طور کل از حقایق به دور بوده و درک نمی کرده حقایق رو.
و مطلبی که حالا لازم است اشاره کنم این است که آقای اریک فون مانستان که واردش نام بردم میگوید برای هیتلر جان آدم ها اولا اهمیتی نداشت، یعنی از نظر او وقتی میگفتن در استالینگراد 250,000 جوان آلمانی کشته شدن در اسیر شدن، از نظر هیتلر اینها کم شدن نیروها بود و این به جان انسان ها هیچ گونه توجهی نداشت و همواره میگو خب ما از جای دیگر جبران میکنیم، یعنی حساسیت انسانی این آدم ها که در مکتب قدرت هستن رفته از بین میدارد. آقای مدیر ما این تجربه رو با روح الله خمینی موسوی موسوی خمینی رو بخوام داشتیم، یعنی وقتی این آقا امر کرده از که اعدام بکنن دشمنان اسلام رو از من ببرن به قول آقای منتظری که در خاطراتش نوشته از اینجاست پرسیدن آقا کدوم ها رو بکشیم، آیا کسانی که محکومیت یافتن و ننگم بکشیم، نوشتن بکشید دشمنان اسلام رو، یعنی این آقا فکر نکرده که آدم های بیگناه اونجا هستن، جوانان بیگناه هستن، ابدا هیچ گونه توجهی به جان انسان ها این آقای خمینی هم نداشت، چنون که ایتر نداشت آقای بودم. ولی میگن خیلی دلنگران حیات مگنسا بوده. بله بله این داستان من از تو همون قصه امانفریدی به پیش از رسیدن به قدرت هست و از هم بودن کسانی که این شراب و قدرت رو نوشیدن و مرد نشدن، من این چیزا هم بیشتر سراغ ندارم در تاریخ خودمان، به دین جهت هست که در مرحله زمین تا اونجایی که به مطالب مربوط به سیاست مربوط شود میگویند که از گونم که قدرت فاسد است و قدرت مطلق فساد مطلق دارد. این دو تنی که بنده نام بودن یکی داریوش کوروش است، روز بخوام کوروش کبیر و دیگری تریخان زن، اما بسیار بسیار معدود بودن کسانی که از گونم که بدتر قدرت شدن و به فساد نگرید. این آقای خمینی زمانی که نگهدار ملت ها بود زمانی بود که در بغداد بود یا ببخشید در همین کربلا و نجف و همین حوزه علمی اونجا بود و از گونم که برای صداها کارها میکرد، اما من مطمئن هستم همون روزگارش هم خمینی در رویاهای هولناک خودش اعدام کردن مخالفان خود رو بارها میدید و تکرار میکرد و تکرار میکرد، هیچ شکی من میداریم نبید. جناب باشیری خیلی ممنونم ازتون، بسیار مطالب جالبی فرمودید، گوشدار دهنده و بر روی بسیار جالب برای اندیشیدن. درود بر شما قربان، شب شما بخیر، شب هموطنان بخیر، تا هفته آینده. شب شما هم خوش، تا هفته آینده. درود بر شما.